احتمالاً انسان اینطور منقرض میشه. تا به حال به انقراض ما انسان‌ها روی کره خاکی فکر کردین؟ چه سناریوهایی توی ذهنتون برای انقراض انسان چیدید؟ فکر کنید موجودات دیگه‌ای پیداشن که خیلی باهوش‌تر از انسانن و تمام کارهای انسان رو هم میتونن انجام بدن. خب اینجوری ممکنه بذارن ما انسان‌ها همچنان حکم فرمانی کنیم توی این زمین خاکی؟ یه روزی اونا برای نابودی ما انسان‌ها قدم بر نمی‌دارن؟ شاید همین الان هم این موجودات همه جا در اطراف ما حضور داشته باشن. تا به حال دقت کردین کیه که توی اپلیکیشن ما با توجه به سلیقه ما آهنگ بهمون پیشنهاد میکنه؟ این موجودات که دقیقاً از ذهن ما انسان‌ها تقلید میکنن چیان و کیان؟ سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. بیاین تا با هم ببینیم چه جوری احتمال داره نسل ما انسان‌ها منقرض شه. خوشحال میشیم قبل از هر چیز اول به چنل ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. نفوذ هوش مصنوعی در زندگی بشر. هوش مصنوعی که در حال حاضر فقط میتونه توی بازی‌های کامپیوتری انسانو شکست بده برای انسان خطری به همراه نداره و حرف ما اونا نیستن. اما اون هوش مصنوعی که ما از اون نگرانیم هوش عمومی مصنوعی یا همون AGI هستش که به طور کامل رفتار ذهن انسان رو تقلید میکنه. یعنی مثل انسان توی یه حوزه دانش مهارت داشته و میتونه میلیاردها بار سریع‌تر از انسان فکر کنه. حالا تصور کنید سیستمی رو ایجاد کردیم که قادر برنامه‌های ضروری خودش رو بازنویسی کنه و از لحاظ مهارت و توانایی‌هایی که انسان میتونه اونو انجام بده هوشمندتر کنه. ممکنه این سیستم در ابتدا هوشمند نباشه، اما اگه از این توانایی‌ها بهره ببره بدون شک به مرور زمان به قدرت زیادی دست پیدا خواهد کرد. چگونه ابر هوش مصنوعی غیر فعال می‌شود؟ بعضیا فکر میکنن که موقعی که هوش مصنوعی خطرساز شد کافیه اونو از برق خارج کنن تا غیر فعال شه، اما این امکان وجود نخواهد داشت. چون همون جوری که نمیشه یه ویروس کامپیوتری رو با خاموش کردن کامپیوتر از بین ببریم، ابر هوش مصنوعی هم با این روش نابود و غیر فعال نخواهد شد. در واقع همونطور که یه ویروس این توانایی رو داره توی یه سیستم خودش رو مخفی، تکثیر و حتی بقیه سیستم‌ها رو آلوده کنه، یه ابر هوش مصنوعی هم میتونه این موارد رو انجام بده. شرایط وقتی نگران کننده میشه که باید بدونید ابر هوش مصنوعی از انسان‌ها هم هوشمندترن و برای حفاظت از خودشون روش‌های مختلفی رو پیدا خواهند کرد. بزرگترین تهدید برای تمدن انسان. یه سیستمی که این توانایی رو داره برای خودش تصمیم گیری کنه بدون شک قدرت نابودی انسان‌ها رو هم خواهد داشت و به همین دلیل بعضی از دانشمندان میگن ابرهوش مصنوعی بزرگترین تهدید برای تمدن انسانه. از طرف دیگه دانشمندان خوشبینی هم هستن که میگن این سیستم قادر تغییرات آب و هوایی رو معکوس کرده و زندگی بشر بر روی زمین رو بهبود ببخشه. این هوش مصنوعی پیشرفته میتونه تغییرات اقلیمی رو کاهش بده، بیماری‌ها رو ریشه‌کن کنه، به کمبود و قحطی پایان بده، انسان رو به جاودانگی برسونه و حتی سفر با سرعت نور توی کهکشان‌ها رو برای انسان فراهم کنه. تاریخ به ما ثابت میکنه هر تکنولوژی جدیدی هزینه بر خواهد بود، اما سرانجام برای تمدن بشر منافعی به دنبال داره. امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین به نظرتون در حال حاضر هوش مصنوعی جایگزین چه مشاغلی نمیتونه بشه و چرا؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً و حتماً لایک کنید و با دوستان علاقه‌مندتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.